خان آقای مقتدر، به نکته مهمی شما اشاره کردید. شو بسیاری از جمهوری خواهان و یا محافظه‌کاران ایراد اصلی که به خانم کیگن میگیرن همین عدم داشتن تجربه کافی و لازم در دادگاه هست. شما به عنوان وکیل حقوقدان فکر میکنید که آیا واقعا این ایراد بزرگی است و مشکل اصلی محافظه‌کاران و جمهوری خواهان با خانم کیگن همین عدم داشتن تجربه لازم و کافیه، یا اینکه باور دارن ایشون فردی لیبرال هست و با باورهای ایشون مسئله دارن؟ ببینید، نظر من این هستش که بیشتر صرفا به خاطر اینکه اینها خانم کیگن لیبرال هستش و نظر مخالفی داره و بر ریپابلیکن ها، و دلیلی که مخالفت میشه برای این هستش. یک، به نظر من یک قاضی خوب اون هستش که قانون رو بدونه و بتونه قانون رو استفاده بکنه به اون موضوعی که در پیش رو داره، تصمیمی که باید بگیره. داشتن تجربه قضاوت رو من زیاد در این زمینه، یعنی داشتن تجربه قضاوت خوب هستش، ولی چون ایشون نداره این نیستش که ایشون نمیتونه یک قاضی خوبی باشه قضاوت بکنه در مورد یک مسئله. این رو ریپابلیکن ها بیشتر در این زمینه مخالفتشون این هستش که چون هم حزبی ایشون نیستن، از طریق یک رئیس جمهور دموکرات نامینیت شده و طرز فکرش هم دموکرات هستش، لیبرال هستش، تا اینکه ریپابلیکن باشه. برآورد شما یا پیشبینیتون از نتیجه تایید صلاحیت خانم کیگن در سنای آمریکا چیه؟ تصور میکنید که ایشون بتونه صلاحیت خودش رو به همه بقبولونه؟ و انتخاب احتمالی خانم کیگن چه تأثیری بر ترکیب دیوان عالی کشور در آمریکا خواهد گذاشت؟ ببینید، پیشگوییش خیلی سخت هستش، ولی از اونجایی که سنا اکثرا دموکرات هستن و ایشون هم دارای خصوصیت اخلاقی لیبرال و دموکرات هستش، احتمال قوی میره که ایشون رو صلاحیتش تایید بکنن. و با داشتن قضات جوانی و یا لیبرال در دیوان عالی کشور، به معنی این خواهد بود که نه فردا ولی در آینده، در 10 سال آینده، خیلی مسائل فرق خواهد کرد به نوعی که قانونها رو، چون ریپابلیکن ها خیلی کانسرواتیو هستن، قانونهای خیلی هارش رو قبول دارن، ولی ریپابلیکن ها، دموکرات ها خیلی لیبرال هستن و به قانون ها رو خیلی، به طور مثال برای جاستیس مارشال ایرادی که میگیرن، ایشون اولین سیاه‌پوست قاضی هستش در دیوان عالی کشور، این که شما خیلی لیبرال هستید. خانم کیگن هم به عنوان دستیار ایشون در دیوان عالی برای چندین سال کار میکرده و صرفا به خاطر داشتن این عقاید خود یعنی ریپابلیکن ها بر ضد خانم کیگن هستن. به احتمال قوی ایشون صلاحیتش تایید خواهد شد و به دیوان عالی کشور راه پیدا خواهند کرد و در آینده ما میتونیم ثمره این انتخاب رو ببینیم، به خاطر اینکه تعداد قضات پیری که در دیوان عالی هستن که تصمیماتی رو خیلی کانسرواتیو هستن در این زمینه که تصمیم میگیرن، با آمدن یک لیبرال و یا دموکرات دیگه و یک نیروی جوان دیگه، میشه این رو دید که قانونها تغییرات زیادی رو انجام بده. یک مسئله مهمی رو که اصولا در هر انتخاباتی پیش میاد، حالا چه برای رئیس جمهور چه برای دیوان عالی کشور، این مسئله یک همجنسگرایی هستش، دو مسئله صدق جنین هستش که ایشون برای صدق جنین رو قبول داره و در رابطه با ازدواج افراد همجنسگرا نظر ردی رو داره. به احتمال میره که این انتخابش 100%، 100% که نه، ولی درصد بالایی داره که قبول بشه برای این که به عنوان قاضی در دیوان عالی کشور. آقای مقتدر، و آخرین پرسشم رو در این قسمت از برنامه باشی یا در میون میذارم. چندی پیش پرزیدنت اوباما خانم سوتومایر رو انتخاب کرد به عنوان نخستین عضو دیوان عالی کشور که
لاتین تبار هستند و به اصطلاح خانم کیگن دومین انتخاب آقای بارک اوباما در همین مدت کوتاه هستند. فکر میکنید که انتخاب دو نفر در یک مدت زمانی کوتاه یک ساله چه اهمیتی میتونه در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما داشته باشه؟ ببینید هنوز چند وقتی نگذشته و ایشون دو نامینیت رو برای دیوان عالی کشور به عنوان قاضی برای دیوان عالی کشور فرستادن. خود پرزیدنت اوباما اولین رئیس جمهوری هستند در تاریخ امریکا که امریکایی و افریکن تبار هستند، با تبار از سیاه پوست هستش، و فرستادن دو قاضی به دیوان عالی کشور که بالاترین مرجع قضایی هستش خودش یک افتخار بزرگی خواهد بود در پرزیدنسی آقای پرزیدنت اوباما. و حالا سه سال دیگه مونده، امکان داره باز یکی از این قضات بخواد از کار خودش کنارگیری بکنه و یا اینکه احتمال اینکه یکی از این قضات حالا عمر دست خداست عمرش رو دست بده، اینی که احتمال میره که باز هم شخص دیگری رو به حتی به سومی هم برسه، کما اینکه در زمان پرزیدنسی جورج بوش پسر هم سه نامینیت به دیوان عالی داده بود که البته یکی از این نامینیت دو بار نامینیت شد و دو قاضی رو به دیوان عالی کشور فرستادن. با سپاس از شما دکتر همایون مقتدر که امروز در شهر لس آنجلس با ما بود، امیدوارم روز خوبی در انتظارتون باشه. سپاسگزارم، مرسی از دعوت مجدد. مرسی.